نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگرده عزیز و گرامی سنف نهم امیدوارم که جور سعدمند باشید شاگرده عزیز و گرامی به مضمون ریاضی بسیار زیاد خوش آمدید خب شاگرده عزیز و گرامی مضمون ریاضی سنف نهم هستیم فصل چندم فصل ششم چی است نامساوات و درس دوم میشه امروز درس ما و شما اما چیرا ما باید ما و شما امروز بخوانیم حل نامساوات خطی را میخوانیم یا حل نامساوات درجه اول یک مجهوله یا یک متحول هم برش گفته میشه فرق نمی کنه پس حل نامساوات خطی یا نامساوات درجه اول یک مجهوله درست یا یک متحول فرقی نمی کنه پس میریم سر تخته و درس شروع می کنیم البته قبلی که درس شروع کنیم کارخانه درس گذشته باید به با ما روان کردید از طریق چی از طریق واتساپ نمبرش هم خودتون میدونید دیگه بگین خودتون 20964 780 255 40 13 درست است اگر کدام سوال در یا کدام مشکل در حل کارخانه دارید میتونید از ما پرسان کنید از طریق همین نمبر که به شما خواندم خب شاگرده عزیز پس میریم سر تخته و درس امروز شروع میکنیم خب شاگرده عزیز و گرامی درس امروز ما شما چی است نامساوات خطی یا حل نامساوات خطی نامساوات خطی یا گفتیم چی براش میگیم؟ نامساوات درجه اول یک متحوله یا یک مچهوله پس من نوشته کنم نامساوات خطی نامساوات چی شاگرد عزیز؟ خطی خب شاگرده عزیز نامساوات خطی چی است؟ اگر درس گذشته آتان باشد نامساوات خواندیم دیگه نه علامه نامساوی گفتیم که اینی علامه چی است؟ اینی علامتی و جشم شاگرد مساوی بود دیگه نه گفتیم یک تا از یا اینی چی میشه کوچکتر یا مساوی اینیش میشه کوچکتر اینی میشه بزرگتر یا مساوی و اینی چی میشه بزرگتر یا رو میگیم چی نامساوات ایر میگفتیم مساوات یا مساوی یا میشه نامساوی این میشه مساوی خود خب ما و شما چند تا ویژگی نامساوی رو درسی گذشته خواندیم اگر یادتان باشد گفتیم ما دو تا عدد به عنوان مثال ما و شما دوی ما و شما کوچکتر از پنج است و میتونیم به اطراف یک نامساوی یک عدد دلخواه را اضافه کنیم یا منفی کنیم فرق نمی کنه گفتیم اگر در ضرب هم بکنیم مشکل نیست فقط به که عدد ما و شما مثبت باشد اما اگر عدد ما و شما منفی باشد وقتی ضرب میکنیم جهت نامساوی باید تبدیل شود یعنی کوچکتر تبدیل به چی شوه؟ بزرگتر شود دیگه یک جای دیگه هم تبدیل میشود یا تا نس ده کجا زمانی که چی میکنیم اطراف نامساوات معکوس میسازیم یعنی سرچپه میکنیم جای صورت و خرجه تبدیل کنیم چی میشه باید جهت نامساوات تبدیل شود درست است این درس گذشته ما و شما بود اما درس امروز ما و شما نامساوات خطی ما و شما اگر یادتون باشد در درس در سال گذشته معادلات یا مساوات خواندیم معادله درجه اول فیس پر من نوشته کنم نامساوات خطی نامش دیگه چی هست گفتیم نامساوات نامساوات درجه اول یک مچهوله یا یک متحوله یک متحوله فیس نامساوات درجه اول یک متحوله خب به اسم نامساوات خطی یاد میشه معادلات خطی یاد تو معادلات خطی در سال گذشته خوانده بودیم به عنوان مثال دو x جمع سه مساوی است با پنج یا برش می گفتیم چی؟ معادله درجه اول یک مچهوله درست است؟ دو 2x جمع سه مساوی با پنج خب بان ما را کمی نوشته کنم بجای نوشته کنم چند؟ بانان مثال اما پنج سه مشکل نداره همون نوشته میکنم 2x 8x با 5. خوره یاد دارین کار کنین این را جوابش بکشین. یک معادله است دیگه. یا مساوات برش میگوتیم. درست است؟ خوره یاد دارین کار کنین. بله. چی رقم میشه؟ میشه 2x خودش مثبت سر دوار انتقال میدادیم. یا تنص دیگه. این مساوی هم سر جای خودش. یعنی 5 هم سر جای خودش مثبت سر دوار انتقال بده میشه منفی 3. خب چند میشه حالی؟ پنج منفی سه پنج مثبت سه منفی جواب میشه دو علامه عدد بزرگتر پس میشه مثبت دو پس دو x ما و شما است با دو حالی اطراف تقسیم بر چند؟ تقسیم بر ضریب x میکردیم یا تو نه؟ تقسیم بر ذریب x اگر من بسازم اطراف تقسیم بر دو میکنم یعنی دو ما و شما دو خلاص پس میشه چی؟ شاگرد عزیز میشه مساوی است با دو هم تقسیم بر دو میشه یک. پس x ما و شما چند شد؟ یک شد. یعنی جواب این معادله ما و شما یک است خب یک معنی شگفت جواب است یا تن است شاگرد عزیز وقتی میگیم یک جواب ماست یعنی شما بیا به جای یک یک قیمت گذاری کن این عملی ریاضی رو انجام بده این بر مساوی با عمر مساوی چی میشه برابر میشه میگیم چک کنیم یک است بین دو و یک سه جلاوندی سلام ضرب است دو ضرب در یک ما و شما چند میشه دو یک دو جمعش پنج پنج اونم پنج است با هم مساوی میشه پس ما تنیم یعنی معادله رو کنیم حل کنیم و جوابش چند چه جوابش یک شد اما نامساوات چی است نامساوات ما اول تعریف میکنیم میگه اگر در یک معادله ما به جای چی علامه مساوی یکی از اون چهار تا علامه نامساوی رو که یاد داریم یک تا از او قرار بگیره تبدیل به چی میشه تبدیل به نامساوات میشه پس دقت کنید ما اگر ببینیم به جای مساوی یک تا یک تا از او چهار علامه رو به عنوان با مثال 2x جمع سه، بزرگتر یا مساوی است با 5 می تونستیم فقط بزرگترش بانیم میتونستیم می کوچکترش بانیم کوچکتر یا مساوی رو فرقی نمی کنه پس نامساوی یک متاولیا یا یک متاولی درجه اول یا خطر چرا چه هم طرف می کنیم میگیم که اگر در یک معادله به جای علامت مساوی یکی از علامات یکی از علامات یا علامتهای دقت کنید بزرگتر بزرگتر یا مساوی کوچکتر کوچکتر یا مساوی قرار بگیرد قرار بگیرد چی میشه شاگرد عزیز نامساوات تشکیل میشود نامساوات تشکیل میشود نامساوات تشکیل می شود پس نامساد گفتیم اگر در یک معادله حالا معادل ما شما درجه اول باشد نامساد ما شما درجه اول میشه اما خطی میشه اگر معادل ما شما درجه دوم باشد نامساد ما شما درجه دوم میشه صحیح است اگر معادل ما شما کسری باشد ما به جای مساوی همین علامه از علامه رو بانم میشه چی نامساد کسری که نامساد کسری باز ما میخوانیم اگر در یک معادله به جای علامت تساوی یکی از علامت های بزرگتر بزرگتر یا مساوی کوچکتر کوچکتر یا مساوی قرار بگیرد نامساوات تشکیل میشود. درست است خب شاگرد عزیز این چی است یک معادله یا مساوات است جوابش کشیدیم یک یک نامساوات است جواب وزیر میخوایم بکشیم چه رقم میشه یک نکته بسیار دیا مهم است مساوات ما وقتی کار می درجه اول یا یعنی خطی کار می کنیم یک تا جواب داره صحیح اما یک این دیم مثال یک کار کردیم یک برقرار میشه ولی نامساوات است ای چند میشه؟ معمولا نامسات ما و شما جوابش یک تانیست بیشتر است لا است دقت کنید با ما گفتیم یک شما در همین مثال یک الان قیمت گذاری کنید به جای یک بان دوی زب در یکید میشه چند؟ نشد دو جمع سه میشه سه میشه پنج پنج بزرگتر یا مساوی پنج است میگیم بله این حالت مساویش برقرار میشه خب به جای ایکس دو حالا به جای یک مانده به جای دو را بانده ای. دو دوی چار جمع سه افت افت از پنج بزرگتر است بله پس دو رو قبول میکنیم سه روان دو سه شش جمع سه نو نو از پنج بزرگتر مساوی است بله نو از پنج بزرگتر است فیس حالت بزرگترش فقط برقرار میشه پس مشکل نیست پس ما سرم قبول میکنیم چهارم قبول میکنیم پنجم قبول میکنیم پنج اشاره یک هم قبول میکنیم پنج اشاره دو پنج اشاره پنج شش کلش دیگه نه پس لای تناهی جواب دارد این نامساوات دقت کنید فرق نامساوات با مساوات این است که مساوات ما و شما همین خطی ها درجه اول یک تا جواب دارد اما میشه جواب میشه درست پس ما یک جواب میکشیم اما جواب و کنیم؟ جواب بکشیم یعنی بگیم که از کدام عدد به بعد یا از کدام به عدد به قبل ما قبول داریم جواب ما جواب ما شما میشه پس جواب در معادله چی بود؟ مساوات گفتیم اما عدد باید بانیم این مساوی برقرار شود اما در چیست؟ چی هست؟ در این میگیم اما عدد بانیم که یعنی نامساوات برقرار نام، این نامساوی علامت برقرار, برقرار شود و میتونه چند تا عدد قیمت بگیره به جای ایکس و میبینیم که لایتناهی میشه درست است؟ خب حالی یار چی رقم حل کنیم؟ این رو فعلا دقت کن شکرد عزیز؟ اینم اگه کار بکنم چی میشه جواب ما و شما چی شد اینو گفتیم یک اما در اینجا میگیم چی ایکس های ما و شما باید بزرگتر یا مساوی یک باشد جواب ما و شما میشه این جواب شما میشه یعنی های ما و شما به جای اینکه ما عدد های یا مساوی با یک یا بیشتر از یک قیمت بذارم یعنی چی میشه ناساوی نامساوی جرم میشه دقت کنید ما یک بان دو یک دو جمع سه پنج پنج با پنج مساوی است از یک بیشتر دو میتونه کلش میتونه دیگه پس ی... این نامساوت فرض ما و شما لای تنهایی جواب در هم چ رقم کار کنیم تختر پاک میکنم روش حل نامساوات خطی را برات میگم چرا رقم کار میشه درست است پس متختر پاک میکنم خب شاگرده عزیز عالی حل نامساوات خطی را بگیم چرا رقم شما میتونید کار کنید پس حل نامساوات خطی دقت کنید من نشون میکنم حل نامساوات خطی که نامساوات خطی گفتیم نامساوات درجه اول یک متحول یا یک متحول, یا یک متحول یا برش گفته میشه این یعنی توان ایکس شما باید یک باشد همون متحول ما شما یک ما باشه فرق نمیکنه توان از او باید یک باشد و یک, مو... یک متحول داریم یعنی ایکس وای اردوش نباشه فقط ایکس باشد خب همون به نام چی خطی یاد میشه حالا چرا کار کنیم معادله درجه اول خیاط داریم درست گفتیم که چه میکنیم باید x ما و شما تنها شوه با نن مثال دقت کنید مثلا ما و شما داریم دو x جمع 3 است با 6x منفی 5 این کار میتونید بله x ها رو با یک طرف کنین اعداد یک طرف انتقال بدین که متشابه با هم جمع شوه یعنی 6x رو انتقال میدیم یعنی -6x رو انتقال میدیم است. پس 2x خودش 6x انتقال داده شوه میشه منفی 6x منفی 5 خودش مثبت 3 انتقال داده شوه میشه منفی 3 خب دو 6 منفی شش ایکس یعنی دو مثبت است یعنی شش منفی هم علاوه نیستن از هم کم میشه میشه منفی چار ایکس صحیح است مساوی است منفی پنج منفی سه میشه منفی اشت هم علاوه هستند با هم دیگه جمع میشه علامه عدد بزرگتر خب حالا چیکار کنم شاگرد عزیز اطراف تقسیم بر ضریب ایکس ضریب ایکس شما چند است منفی 4 است تقسیم بر منفی 4 ضریب بر تقسیم بر منفی 4 صحیح است خب ولی این منفی 4 ما و شما منفی 4 خلاص پس x ما و شما میشه چند اش تقسیم بر 4 دو منفی در منفی تام مثبت پس جواب شد دو مثبت پس مساوات یاد داریم مساوات درجه اوله یاد داریم کار میکنیم درست است اما نامساوات در نامساوات هم دقیقا شما مشابه مساوات درجه اول کار میکنیم فقط اونم دو نقطه که در درس گذشته خوندیم امور باید فکر ما باشه صحیح خب ما عدد میتونیم انتقال بدیم مشکل پیش نمیاد فقط اگر ما اطراف یک نامساوات ضرب یا تقسیم دقت کنید ضرب یا تقسیم در یک عدد منفی مثل اینجا یه عدد تقسیم بر منفی 4 کردیم نه دو اگر کارکال یک کار تا کار میکنم اگر ضرب یا تقسیم بر عدد منفی بسازیم جهت نامساوات باید چی شود باید تبدیل شود اگر در عدد مساوات باشه مشکل نداره دقیقا مشابه چی میشه مساوات کار میشه پس در نامساوات دقیقا مشابه مساوات یا معادل درجه اول کار میکنیم فقط آن دو نکته یادتان باشه نکته اول چی بود گفتیم که اگر ما و شما بیایم اطراف نامساوات در یک عدد منفی ضرب یا تقسیم کنیم جهت باید تبدیل شود یک جای دیگه جهت تبدیل میشد. کجا بگین خودتان اول درس گفتم آفرین که گفتن وقتی که ما و شما بیم اطراف یک نامساعد سرچپه کنیم یا معکوس بسازیم جهت نامساعد باید چی شبه؟ تبدیل شود درست است امید نکته یاد داشته باشیم دقیقا مشابه معادلات در اول میتونیم کار کنیم به عنوان مثال دقت کنید مثال مثلا ما و شما داریم چی 2x جمع سه. مساوی بود با 5 درست است سوال اول کار کردیم مساوی میگم ما بزرگتر یا مساوی است پنج ای رو کار میکنیم یک نامساوات است خب ما مثل معادله درجه اول کار میکنیم شاگرد عزیز چیکار میکنیم این سه مثبت دو انتقال بدیم میشه منفی سه پس این میشه دو x بزرگتر یا مساوی سه پنج هم سر جای خودش مثبت دو سه انتقال داده شد چی میشه منفی سه آفرین خب این دو x خودش بزرگتر یا مساوی رو میکنیم پنج منفی سه چند میشه پنج ما و شما مثبت است سه ما و شما منفی هم علاوه نیستن کم میشه علامه عدد بزرگتر پس میشه چی مثبت دو صحیح است حال اطراف تقسیم بر چند میکنیم تقسیم بر ضریب x ضریب x ما و شما چند است دو علامه چی است مثبت یعنی ما و شما داریم تقسیم بر یک عدد مثبت میکنیم هیچ مشکلی نداره جهت نامساوی تبدیل نمیشه دقت کنید تقسیم بر دو تقسیم بر دو اگر ما و شما یعنی تقسیم یعنی با نام مثلا منفی دو بود ما و شما تقسیم بر منفی دو میکردیم جهت باید چی میشد تبدیل میشد حالا تقسیم بر دو مثبت کردیم پس مشکل نیست پس یعنی دو با دو خلاص میشه x بزرگتر یا مساوی سوا یعنی دو هم تقسیم بر دو چند میشه یک مثبت در مثبت هم میشه مثبت یک پس ایکس های بزرگتر مساوی با یک خب شاگرد عزیز پس ما جواب از این نامساعد کشیدم یک سایه بزرگتر یا مساوی با یک حالا باید ساحه مشخص کنیم چون گفتیم در ده معادلات یک تا جواب داریم اما در دا نامساعد لا تنها جواب میشه خب سایه چه هم میشه سایه باید در محور مشخص میکنم من در اینجا مشخص میکنم محور رو میکشم شاگرد عزیز اینجا صفر باشه اینجا یک اینجا دو سه منفی یک منفی دو خب شاگرد عزیز دقت کنید ساحه هم مشخص میکنیم گفته ایکس های ما و شما هم عددهای ما و شما جواب هم ایکس میشه های ما و شما صحیح جواب, جواب های ما و شما یا یک باشد یا بزرگتر از یک یعنی مساوی داریم، این خود یک هم قبول میکنه ما یک در محور پیدا میکنیم یک تا دا دایره بالا از میکشیم اگر مساوی باشد یعنی مساوی علامه مساوی داشته باشد در سوال ما و شما اینو چی میکنیم سیاه میکنیم داخل زیره صحیح اگر مسایی نداشته باشد داخل هم خالی میمانه صحیح خب خالی گفته ایکس چی باشد بزرگتر از یک بزرگتر میشه سمت راستش دیگه دو و سه و چهار تا لای پس ما شما به یک شکل هم میکشیم پس عدد هایی که از یک به بعد و خود یکم چون سیاست چون مفاهیم داره قبول میکنیم اگر مسئله نمی داشت این داخل ازیره پر نمی کردیم سایز خالی می ماندیم پس از یک به بعد صاحب جواب ما شما میشه از یک تا لایتناهی سایز شما هر عدد از یک به بعد دی مساوات قیمت بندازی این نامساوات جور میشن دی نامساوات سایز مثلا سر بنداز دو سه شش شش جمع سه نو نو بزرگتر از پنج است بله سایز پس این تونستیم کار کنیم پس شاگرد عزیز فهمیدین چه رقم شد دیگه نه ما تختر پاک میکنیم یک تا مثال دیگم کار میکنیم خب، شاگردین عزیز و گرامی، یک تا مثال دیگه هم کار کنیم. به ما شما سوالی رو داده گفته، این این نامثابت کار کن. 2x جمع 6 کچکتر هست، یا بگیم بزرگتر فرق می بزرگتر بگیم. بزرگتر هست از 5x منفی چند باشد؟ بنانسون منفی 8. صحیح است؟ پس شد 2x جمع 6 بزرگتر از 5x منفی 8، خیلی کار می گفتیم دقیقاً مشابه چی معادلات درجه اول چرا رقم کار میکردیم اختصار در یک طرف عدد ها دیگه طرف چون ایکس با هم جمع میشه اختصار میشه و عدد ها با هم اختصار میشه پس این 5x من دارم انتقال میدم و این مثبت 6 هم به انتقال میدم خب انتقال بدیم چی میشه مگر کارکنم شاگرد عزیز این دو ایکس خودش 5x داره انتقال بده علامه 5x مثبت است برابر که انتقال داده شامل میشه منفی 5x صحیح علامه بزرگتر خودش اینی منفی هشت سر جای خودش شاگرد عزیز این مثبت شش دو انتقال بدیم چی میشه؟ منفی ش میشه منفی 6 خب حالی چی کار میکنیم شاگرد عزیز؟ این را میکنیم دو x مثبت با منفی 5x این مثبت هست این منفی هم علاوانی کم میشه پس میشه چند؟ میشه منفی سه اکس درست هست؟ منفی سه اکس بزرگتر هست؟ از منفی 8 منفی 6 چند میشه؟ منفی 8 منفی 6 هم علام هستند. با همدیگه جمع میشه علام عدد بزرگتر. پس میشه منفی 14. صحیح منفی 14. خب حالا چیکار باید بسازیم؟ باید تقسیم بر زریبیک زریبیک. ما شما چند هست؟ منفی 3. تقسیم بر منفی 3 میکنیم. تقسیم بر منفی 3. ایوانم تقسیم بر منفی 3. خب شاگرد عزیز تقسیم بر عدد چی کردیم تقسیم بر عدد منفی کردیم آفرین پس جهت نامساد باید تبدیل شوه پس ما که رو با اختصار میکنم ایکس یک بزرگتر است باید تبدیل به با کوچکتر شوه صحیح پس دقت کنید وقتی تقسیم بر یک عدد منفی میکنیم جهت نامساوات باید چی شود تبدیل شود بر عدد مثبت اگه تقسیم کنیم مشکل نداره سوال قبلی دیدیم که ما بر عدد مثبت تقسیم کردیم و تبدیل نشد اما تقسیم بر عدد منفی میسازیم جهت باید تبدیل شود دو بر کار نداره ما فقط ضرب ایکس تقسیم شما ضرب ایکس میکنید تقسیم بر عدد منفی کرد جهت چی میشه تبدیل میشه پس میشه یک بزرگتر حال این مثبت در منفی منفی در منفی همشه میشه مثبت 14 به 3 اختصار نمیشه میشه 14 بر پس یک ایکس های کوچکتر از مثبت 14 بر 3 خب حالی جواب باید مشخص کنیم ساحه جواب من به این شکل میکشم برای تان اینجا صفر باشد یک باشد وان این برتر نه. بکشم که جای شود اینجا صفر است منفی یک است یک است دو است سه است چهار است. است و شش. خب شاگر از یک دو سه چار پنج شش برای سفر منفی خب گفته چارده برسر باید پیدا کنیم چارده برسر رو یاد داریم پیدا کنیم؟ بله کسریسته در عدد، در اعداد ناطق یا کسر خواندیم دیگه نه نسبتی چرا رقم پیدا میکنیم؟ در مخرج نگاه میکنیم مخرج ما شما چند است؟ سه پس هر خانه باید به سه قسمت مساوی تقسیم شود پس ما هر خانه رو به سه قسمت مساوی تقسیم میکنیم شاگرد عزیز دقت کنید سه خانه مساوی وقت تقسیم میکنیم دو خط باید بکشی سه خط نکشی یا نگاه کنید یک خانه، یک قسمت دو قسمت سه قسمت یا به شکل دو خط بکش میشه سه قسمت سایست هر خانه به سه قسمت تبدیل شده تقسیم کردیم عالی چی از مثبت دستیم سمت مثبت باید بریم از این خانه کوچکی که جور شده چند تا میریم 14 تا پس به ما میتونیم عدد کسری رو پیدا کنیم در روی محور پس مخرج نگاه میکنیم مخرج ما و شما سه است پس هر خانه به سه قسمت باید مساوی تقسیم شوه و از اون خانهای کوچکی کوچک جور میشه 14 تا باید به سمت مثبت برویم بریم پس دقت کن 14 کجا میشه در صفر شروع میکنیم یعنی میشه یک یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده یازده دو، دوازده سیزده چارده چارده میشه سیست اینی میشه یک تا دا دایره میکشیم این دایره توش سیاه کنیم یا شاگرد عزیز. می میکنیم در سوال سوال مساوی دارد میگیم نه خیر پس رو سیا نمی کنیم پس همون رو به داخلش خالی میمانیم این چی بود 14 بر 14 بر 3 بود صحیح پیدا کردی میره خب حالی گفته ایکس ما شما چی هست علامت چی خوانده میشه کوچکتر 4 چار... ایکس کوچکتر از 14 بر 14 اس بر کوچکتر از سمت چپ قرار میگیره صحیح پس میکشیم و داخل از میتو خط خط میکنیم تا من فلای تنایی پیش میره تا آخر میره دیگه سیس پس صاحب جواب مشخص کنیم ما و شما نامساعد به ما و شما داده میشه کار میکنیم و صاحب جواب باید مشخص کنیم درست است شاگرد عزیز فقط شاگرد عزیز دقت کنید حل نامساعد خط گفتیم دقیقا مشابه چی است مشابه معادلات خطی است معادلات در اول، خو یاد داریم کار کنیم فقط همین نکته رو باید از این تان باشد اگر اطراف نامساعد ما و شما تقسیم بر عدد منفی کردیم جهت باید چی شود تبدیل شود اگر در عدد مثبت تقسیم هیچ مشکل نداره جهت تبدیل نمیشه فقط دقت کنید شما اعداد دو انتقال میدید مشکل نیست هیچ گپی نیست فقط تقسیم یا ضرب در عدد منفی جهت تبدیل میکنه و یک جای دیگه هم تبدیل میکنه چی بود و هم سرچپه کردن درست است به عنوان مثال با ما شما این رقم سوال میتا نگاه کنید چقدر عزیز میگه که دو بر بزرگتر یا مساوی است با چند مثلا با ما شما میتا 3 بر 4 گفته کار کنید خب یک متحول ما شما در مخرج است پس من چی میکنم میره کار کنم اول دو, دو طرف سرچپه میکنیم تا متحول بیاد در صورت پس چی میشه پس این میشه دو بر اکس میشه X بر دو سرچپه میکنیم یا میشه چند چهار بر سه حال جهت نامساد بزرگتر مساوی باید شود کوچکتر یا مساوی جهت اینجا تبدیل میشه چرا چون سرچپه کردیم حال اطراف زب در چند میسازیم زب در دو میسازیم که مخرج دو ما شما از بین بره پس اطراف زب در دو میکنیم زب در دو بسازیم پس ایرا زب در دو در اینجا نوشته میکنم پس میشه چه به این شکل میشه شاگرد عزیز میشه x بر دو زب در دو سیست کوچکتر یا مساوی است با چار بر سه زب در دو زب در دو چار چار نویشن نکردم زب در دو خب شاگرد عزیز این دو ما بکنید دو خلاص میشه پس فقط x میمانه کوچکتر یا مفاهیم چون ضرب در عدد مثبت کن جهت تبدیل نشده دقت کنید در عدد منفی ضرب کن جهت تبدیل میشود. خب دو هم در صورت ضرب میشه مخرج از این یک است دو چهار بر سه پس میشه هشت بر سه, سه است؟ پس یک های کوچکتر یا مساوی با هشت بر سه هشت بر سه در محور پیدا میکنه هر خانه به سه قسمت تقسیم شده و کوچکتر یا مساوی باشه داخل ازور سیاه میکنه چون مساوی دارد پس این رقم اگر باشه ما و شما چی میکنیم وقتی سرچپه میکنیم شاگرد عزیز جهت نامساوی باید تبدیل شود اینم یک مثال براتون کار کردم که بفهمین دیگه پس دو جای جهت تبدیل میشه یکی تقسیم یا ضرب در عدد منفی و یک تا دیگه هم چی سرچپه کردن یا معکوس کردن درست است شاگرد عزیز خب پس نامساوی خط فامیدیم و سوالم کار کرده خب عزیز و گرامی از حل نامساوات خطی را هم فهمیدیم که چه رقم باید کار بکنیم درست است پس من اینم تیک مارک میکنم خب شاگرد عزیز کارخانگی کارخانگی چی است تمرین های صفحه 158 کتاب باید حل کنید و با ما روان کنید از طریق چی از طریق واتس اپ نمبرش هم چند است 20964 780 255 40 13 درست است اگر کدام سوال کدام مشکل در حل کارخانگی دارید میتونید از ما پرسان کنید از همین نمبر که به شما خواندم شاگردای عزیز و گرامی پایان درس دوم از فصل ششم شاگردای عزیز مانده نباشین بخیر باشین وقت خوش خداحافظ